عرض سلام دارم خدمت همه شما همسفرهای همیشگی موشکا. آقا این زهری که ولی فقیه کوف کرده خیلی بد زهریه، همین جوری داره تو امها و احشاء ولایت جولو میده و روده و شکمبه عظما رو میدوزه به باقی اعضا و جوارحش. ببینید شربت‌مداری از مسیر زهر تو اندرونی ولایت چه گزارشی تقدیم کرده. همین اخیراً رو شما نگاه کنید آقای ابوطالبی، خب ایشون نماینده ما در سازمانه، نماینده ما هستن برای سازمان ملل، میگن ما ایشون اجازه ورود نمیدیم به خاطر اینی که در تسخیر اعلان جاسوسی دخالت داشته. ببینید شما از این طرف، یا مثلا فرض کنید بنیاد عربی که ساختمون 36 طبقه مراسمان 36 طبقه متعلق به جمهوری اسلامی در منهتن نیویورک اینو تسخیر کردن. ببینید اولا من این عرض کنم قیمت این ساختمان، این آسمان خارش خراج 5 میلیارد دلاره، اونطوری که خودشون اعلام کردن. ببینید در مقابل در جریان توافقنامه ژنو از 100 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ای که مال خود ماست، بله، فقط 4.2 میلیارد دلارش رو میخوام پرداخت بکنم. خیلی نمونه‌ای از این دست. بله تشکر میکنم آقای شریعت مداری از ما، وقت برنامه‌مون محدود هست. چرا قطع کردی پس؟ ترسیدی کلکسیون بورانای ولایت تو رویه بسیجی‌ها تاثیر مخرب بذاره؟ آخه زرزرقامی، نمیگی بسیجی میره کیان شربت‌مداری رو میخونه و از درد اصلی عظما سر در میاره؟ چند هزار عضو مجاهدین در کشور عراق تحت حمایت کدام کشور هستند؟ بله به این ترتیب شربت‌مداری از جیگر و قلبه زحمال سیدعلی شروع کرد و رسید به قلب قضیه که بد جوری عظما رو تو هول و بلا انداخته. اما حالا بشنوید از ادامه برنامه تیگیریش که بعد از قطع حرفای شربت‌مداری میره سراغ تافتونی به نام محبیان تا به زور آب قند اقتدار فشار بسیجی ها رو بالا بکشه. من معتقد هستم که وضعیتی که الان داریم از این جهت هستش که امریکا کاملا پذیرفته که یک واقعیتی به نام ایران رو باید بپذیرد، نه حقیقتی به نام ایران، واقعیتی رو به نام ایران. و الان ما باید اگر درست بتوانیم تبیین کنیم شروع هر گونه گفتگو و تمایلی که اونها داره اعلام میکنن، حالا چقدر صادقانه است غیر صادقانه است من وارد بحثش نمیشم، این نشون دهنده قدرت جمهوری اسلامی است. همه از اون جایی که زهرخوران عظما جایی واسه خالی بندی و ادا و اطوار باقی نذاشته، دو جمله بعد کار همین کارشناس منگل تیوی ریشم به آزاری میکشه و بند و آب میده. ما دو راه پیش رو داریم، یکی این که در این حرکتی که هستش از موضع ضعف وارد بشه که چنین چیزی پذیرفته نیست، تا کنون هم چنین چیزی رو به دنبالش نبوده، یا این که موقعیت خودمون رو، پوزیشن خودمون رو در دنیا و قدرتی که داریم بدانیم، برای خودمون این توانایی رو که در این معادلات وارد شویم و این رو به نفع خودمون دگرگون کنیم. آی تو بزن رو ترمز، ببین تو رو چه به چرخوندن معامله؟ برو کمر بلی فقیه تو بچرخون که تو جریان نرمش ذلیلانه بدگیری اثبات کرده. القصه هدف شربت‌مداری از ردیف کردن بحران‌های عظما این بود که آخرش یه گازی از دم به کوسه بگیره و بگه این زهرماری بابای نظامو در آورد. عین تزهمون کجا دارید میبرید ما رو؟ نگاهی به روندهای سیاسی در واشنگتن نشان می‌دهد طی ماه‌های آینده باید منتظر ماجراها و پرونده‌های مشابه دیگری نیز بود. ریل هسته‌ای برای قطار دیپلماسی آمریکایی بیش از حد مستهلک شده و ریل گذاری جدیدی نیاز دارد. پهینه تزهبون این بچه من، دختر من، شما دارید میبرید به سمت ناکجا آباد. حالا جواب کوسه رو از حلق این یارو دیپلمات تروریست کپک زده نظام بشنوی که تیر ارسالی از شربت‌مداری رو برمیگردونه تو صورت عظما.
به نظر میرسد ستون خیمه و رویکرد اصلی سیاست خارجی دولت آقای روحانی که عبارت از عادی سازی و توسعه روابط با کشورهای اروپایی بود تحت فشار زیاد داخلی قرار دارد و اگر برای آن راه حلی در نظر گرفته نشود بیم آن میرود که به طور اساسی فرو ریزد. تحولات بعد از حلول سال اسب نشان داد که احتمالاً قبل از نجابت این حیوان جفتک آن دارد نصیب دولت می شود. تازه کجاش دیدی؟ حالا که بحث و تخصصی کردی بنده موشکاف دیگه از موزگیری معذورم. تو سجان اینجا دیگه کار توه، ولایت و دولت و بی نصیب نذار. ایوان آقا موشکاف کوچیک، شما این که ما را قابل دونستی و وارد کار کارشناسی کردی، اما خاندایی ما میگه توسن اوضاع ولایت جون موشکاف نباشه جون خودم خیلی پتالتر از این حرف هست و زهر کار خودشو کرده. الانه عزما و شیخ فری فقط یه چیز کم دارن، اونم یه جفتک پاشنه طلای توسن نشونه. Hehehehe